جرایم سازمان یافته اساسا یکی از روش های جنگ ترکیبی جمهوری اسلامی هستش علیه دشمنانش. حالا این دشمنانش میتونن مخالفان جمهوری اسلامی باشن در خارج از کشور و در درجه اول اسرائیل و آمریکا و هر در واقع بازیگری که از نگاه جمهوری اسلامی دشمن در واقع حکومت در ایران هستش. ولی با توجه به اینکه به حال هر زمان که جمهوری اسلامی در تنگنا قرار میگیره بقاش به خطر میفته، این میزان و شدت عملیات های ترور برومرزیش به شدت گسترش پیدا میکنه، حالا علیه مخالفانش یا علیه آمریکا و اسرائیل. ولی به طور مشخص اگر ما به اون پترن رفتاری جمهوری اسلامی در بعد عملیات های ترور در طول دست کم 5 سال گذشته نگاه بکنیم، من استناد میکنم به گزارش هایی که مؤسسه مطالعات امنیت ملی وابسته به دانشگاه تل آویو منتشر کرده. این گزارش ها نشون میده که به طور مشخص از سال 2020 و به طور مشخص در عینی از زمانی که ترامپ دستور کشتن قاسم سلیمانی رو داد و بعد ترور محسن فخری‌زاده توسط حالا عوامل مربوط به اسرائیل، جمهوری اسلامی عملیات ترور رو به شدت گسترش داده. در سال 2021 دست کم 7 عملیات ترور رو علیه اسرائیلیا، حالا شهروندان اسرائیلی، مراکز یهودیان، منافع اسرائیل کلا انجام داده در آفریقا، آسیا، در اتیوپی، تانزانیا، غنا، سنگال، هند و قبرس. سال 2022 حدود 9 مورد حمله، سال 2023 دوباره 9 مورد هم عملیات ترور در هند، قبرس، برزیل، اسرائیل، جمهوری آذربایجان و یونان. سال 2024 همین سال جاری در بلژیک، پرو، قزاقستان، قبرس، سوئد و آمریکا. یعنی اون گزارش ها به ما نشون میده که نکته مهم این است، یک شیفتی رو داره جمهوری اسلامی در عملیات های ترور برومرزی خودش از آسیا، آفریقا به سمت آسیا، آفریقا و اروپا به سمت مشخصا اروپا و آمریکا انجام میده. و به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی و الان هم که دیگه ترامپ روی کار اومده، احتمال فشار حداکثری این که برگرده روی جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر هست. در داخل جمهوری اسلامی با بحران عدم مشروعیت روبروست، فشار بسیار بسیار سنگین روی جمهوری اسلامی هم از ناحیه اسرائیل و هم از ناحیه ترامپ، در واقع دولت ترامپ، احساس خواهد کرد، سعی میکنه که این عملیات ترورش رو گسترش بده و خطر ترامپ رو چون احساس میکنه در راستای اون عملیات ترور علیه ترامپ داره سعی میکنه که اقداماتش رو انجام بده. ولی بیشتر عملیات ترور جمهوری اسلامی نافرجام هست که این در واقع یک سیگنالی هستش که به هر حال جمهوری اسلامی از لحاظ اطلاعاتی اونقدر هم که در واقع گفته میشه قوی نیست.